سلام و درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون آی‌تی‌سی. اسد زرین‌مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا هستیم. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون آی‌تی‌سی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. قبل از آغاز گفتگومون با آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا اجازه بدین که بگم که این برنامه صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان به عنوان یک مشاوره حقوقی نباید به حساب بیاد. اگه میخوایم مشاوره حقوقی داشته باشیم میتونیم با آقای دکتر عابدی در با شما تلفن که در پای صفحه میبینید با ایشون تماس بگیرید و راهنمایی لازم رو از ایشون بگیرید. خب آقای دکتر، ما در جلسه قبل راجع به طلاق صحبت کردیم، جدایی ها که بالاخره باید آدم زندگی رو ادامه بده و بتونه به نفع احسن ادامه بده، بالاخره زندگی ادامه داره و باید آدم راحت زندگی بکنه و اینجا هم حق حقوق که در کانادا مطرحه اینه که همه باید آزاد و راحت باشن. حتی در جلسات قبلی هم صحبت کردیم که اگه یه هم مثلا یکی از زن شوهرها هر کدومشون باشه یه ها تصمیم میگیره که من دیگه نمیتونم زندگی ادامه بدم، دولت ازش دفاع میکنه، قانون ازش دفاع میکنه، میگه تو هر جو که میخوای زندگی تو میگردونی و همون صورت پیش برو، اگه میخوای جدا بشی ما با این شرط زدائی موافقت میکنیم و میدونی جدا بشیم، وقت مراحل قانونی خودشو داره. حالا وقتی که به مرحله جدایی میرسن و اینا نیازی هستش که اون انباری که برای مدتها جمع کردن با هم دیگه، حالا به اسم هر کدومشون هم که میخواد بشه، اینا باید تقسیم بشه. بدونی که قانونگذار پیش بینی کرده. خب قانونگذار به چه صورت تفریش کنیم؟ مثلا پنجا پنجا نیستی شاید؟ بحثی که وجود داره در تقسیم اموال، قانونگذار فرمولای خاص خودشو داده که فرمولا خب خیلی پیچیده هم هست، از فرمولای مخصوصی رو داده که تو اون فرما و تو اون فرمولا میبایسته که اموال نوشته بشه و تبیین بشه به طرف مقابل و بر اساس اون ابلاغ بشه که مثلا این اموال وجود داره که اگه اعتراض داری بکن، اگه اموالی فکر میکنی که چیز هست پنهان شده رو باید اعلام بکنی. فرمولای خاصی داره که بحث حقوقی سنگینیه. آقای زریم نمیشه در 10 دقیقه باز کنم، پس میگم مراحل کلی میتونیم مطرح 50 50 نیست بلکه مراحل شرط ببینیم که شرط خاصی داره. برای همینم در جلسات قبل تاکید من بر این بود که شما بر اساس اون حتما با این وکیل مشاوره میکنید، اطلاعاتتون رو بدید که ایشون به شما بگه که مثلا شما چه حقوقی رو دارید، چه اموالی رو باید اعلام بکنید که این اموال باید تقسیم بشه، چه اموالی هست که جزء استثناءات و نباید تقسیم بشه، چه اموالی هست که جزء اموال شما نیست و باید از اموال شما کم بشه. یعنی در بحث قبلی هم این مطرح کردیم در تقسیم اموال مهمه که برای کسی که پول داره و اموالی داره اون اموال رو به چه صورت باید اعلام بکنه، به چه صورتی که بعداً دادگاه نیاد یخشو بگیره. از این لحاظ که واسه ما مهمه به عنوان وکیل با اعلام میکنیم که اگر شما مجبور شدید که برید به سمت جدایی و مجبور شدید، حالا یا انتخاب کردید جدایی رو شما و شما همسر میگه ما هم از فردا من جوش همیشب جدا شدم یا مثلا دیگه نمیتونم تو رو تحمل کنم، به دلیل که خب هر دقیقه در عزیزانی که به کارشون به جدایی کشیده میشه دائم دعواست، جنجال و متاسفانه و از ماها دیدش که خشونت هم هست و اون محیط متشنج به طوری که بچه ها ناراحتن و اون بچه ها که معصوم توی این وسطه گیر کرده و نمیدونن که چیکار بکنن و تو رویه های آینده شون خراب میشه. خود شما هم بگونه که درگیر بگیر مثلا ناچار هستن که در یه مختلی دارم دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم، دیگه این زندگی رو نمیتونم تحمل کنم، بهتره که جدا شه. خب توی این مقطع باید بدونی چه حقوقی رو داری. دفعه جلسات قبل ما راجع به این مسئله صحبت کردیم، در طرز چند سال گذاشتم راجع به سیاد صحبت کردیم. بحث تقسیم اموال مهمه، بحث مهمه که چه خونه ها و چه املاک و مستقلات و ویلا و کاتج و اینایی که شما دارید کدومش باید تقسیم شه، تحت چه شعوری باید تقسیم بشه، چه حقوقی شما دارید. در جلسه قبل ما راجع به این مسئله به جزئیات صحبت کردیم. الان هم بحثمون همینه، میگم بهترین کاری که شما میتونید کنید که بیاین روزی که جدا شدید وکیل انتخاب کنید که وکیل بتونه
نسبت به اموال شما اشراف داشته باشه و اونجا نظر بده که تحت چه شرایط باشه. در مسئله جلوی ترتیب تقسیم اموال نیست، بلکه مسائل دیگه هم هست. به عنوان نمونه وضعیت بچه ها هم مطرحه. هزار تا بچه ها به کی میرسه؟ قانونگذار چه چیز رو پیش بینی کردن؟ کی میتونه کاستدی داشته باشه؟ کی میتونه جوینت کاستدی بشه؟ بعضی از زن و شوهر هستن که علاوه بر اختلافاتی که با هم دارن خیلی رابطه خوبی دارن. مرد میتونه پدر خوبی واسه بچه‌هاش بشه، همسر بدیه برای خانومش. حالا جالب اینجاست خانم هم میتونه همسر خوبی بشه برای و همسر خوبی نمیتونه بشه واسه شوهرش، اما میتونه مادر بسیار مهربون بشه واسه بچه‌هاش. و همین رابطه من کسی میشناسم که متاسفانه جدا شدن و اینا با هم رفیقن، رفیق خوبی هم هستن، یعنی با هم مشکل ندارن، با هم ارتباط دوستانه دارن، متاد زیر یک سقف با هم دیگه زندگی نمی کنن. این خب به خاطر بچه ها میتونن اینا به صورت توافق دوستانه برسن، به خاطر بچه ها میتونن توافق بکنن کی بچه رو میگه داره. خب مادر بچه ممکنه مثلا صبح بتونه بچه رو ببره مدرسه، بعد از اونها کار داشته باشه، پدر بچه میتونه بچه رو از مدرسه بیاره، نگهداری کنه، سر ساعت خاصی هم بفرسته خونه مادرش. اینه که به کل قضیه ما نگاه کنیم با دقت بررسی بشه، مشخصه که بعضی مواقع هست که این دوستی میتونه کمک بکنه که ما هم تصمیم بگیرن مثلا بچه. بچه تا یه وقتی بچه هست که سن پایینه، 5 ساله هست، 6 ساله هست، 7 ساله هست، قابل کنترله. ولی اگه تینیجر بشه نیازهای بچه فرق میکنه، نقش پدر مادر خیلی مهمتر میشه. تا چه سن نقش های میتونن روی بچه تأثیر بذارن و از اون بچه نگهداری بکنن؟ سن قانونی مثلا 18 است، 19 است؟ سن قانونی 19 است، ولی در موارد قانونگذار یه سری حقوقی رو به بچه های 16 ساله داده. دادگاه در بعضی موارد بچه 14 ساله ممکنه یه سری حقوقی رو بدن که حق انتخاب داشته باشه. لذا برای همین هم درس میخونه چطور آیدر؟ تا وقتی هم درس میخونه خب تحت حفاظت حتی بلاتر از 19 سال باشه. بحث هزانت دیگه مطرحه نیست. نه هزانت، هزانت مطرحه سرپرستی بالاخره به نوعی تعهد مالی نسبت به تعهد مالی فهم کنه با سرپرستی. تعهد هزانت بچه فهم کنه با اینکه پدر بچه مجبوره که پولی رو به بچه بده بابت این بچه تأمین بشه که بتونه مرحله دبیرستانش رو تموم کنه، تا بتونه مرحله اوایل دانشگاه یا کالجش رو تموم کنه. خیلی فهم کنه با هم دیگه. به نظر من مشکلی که هست اینه که بچه بعد تینیجری یکی از زمانهای سخت و پیروزهای سخت زمانی رو داره میگذرونه تا بره به سمت اینکه بتونه مستقل بشه، فکر بتونه بکنه. خیلی توی مرحله خطرناک این بچه از لحاظ اینکه آسیب پذیره. نیاز هست که پدر مادر کنارش باشن به نوعی. در کیسایی که پدر مادر جدا شدن به نظر من ارتباط بین پدر مادر کمک بسیار خوبیه که بچه ها رشد بکنن و کمتر مشکلات داشته باشن، چه مشکلات روحی روانی چه مشکلات تحصیلی. همه اینا وابسته به همه. اگه بچه مشکل جسمی داشته باشه، مشکل روحی داشته باشه، مشکل تحصیلی داشته باشه، این بچه نمیتونه آینده موفقی داشته باشه. اما مسلم هیچ پدر یا مادری نمیخواد بچهش موفق نشه. از این لحاظ من این خواهش رو دارم که اگر خدای نکرده شماها زن یا شوهر فرمان به این مقصد از اینکه جدا بشید، حتما راجع به فکر کنید که چه رابطه رو با طرف مقابلت باید داشته باشید و این رابطه چی میتونه باشه. تعریف کنید این روابط رو اللحاظ قانونی برای خودتون، از وکیلتون در مرحله اولی استفاده کنید، از روانشناس استفاده کنید، از کسایی که تو مرحله مثلا میتونن پروفیشنالی کمکتون کنن استفاده حتما بکنید، چون کیس شما ممکنه با دوستتون فرق بکنه، مشکلات شما با دوستتون ممکنه شبیه هم باشه ولی راه حل حقوقیش تفاوت داره. برای همین هم که از روانشناس یا کسایی که کانسلر هستن باید استفاده کرد تا اونا میتونن کمکتون بکنن که این مرحله رو نفع احسن جلو بره. دقیقا مثلا برای تربیت بچه دیگه نمیتونن اون لجبازیهایی که زن و شوهرها نسبت به هم دیگه دارن در مورد بچه هم اعمال بکنن. بنابراین نیاز هست که به خاطر بچه ها روش زندگیشون و روش برنامه ریزیشون تغییر بدن، بتونن بچه ها رو راحت کنترل بکنن، بتونن به آخر عاقبت بچه ها فکر بکنن که اینها باید به خوبی بار بیان.
ولی گاهی پیش میاد دکتر که نگاه میکنیم نه پدر نه مادر جفتشون متاسفانه نمیتونن از پس تربیت بچه و سرپرستی بچه برگردن، موقع قانون چیکار میکنه؟ خب بستگی داره، منظور من از اینکه پرمیان چیه. اگه بچه مثلا تحت کنترل پدر مثلا نمیدیم که قبل اینکه بگیم بچه تحت کنترل نمیتونم کنیم که پدر مادر اگر رابطه خوبی رو هم فراهم کنن و نیازهای بچه رو از همون سن کم بچه 5 ساله 6 ساله 7 ساله کنترل کنن، وقتی به تینیجر میرسه بچه دیگه خودش پذیرفته که شرط زندگیش چیه، اما به جای خودش محفوظ. ولی ممکنه پدر مادر فرض کنم معتاد باشن، لاعبالی باشن در مطمئن. ما با رجوع افراد سالم صحبت میکنم. آه. افراد معتاد فعلا نمیخوام چون الحمدلله اکثر بینندگان ما افراد معتاد نیستن، بلکه افرادی هستن که سالمن، فعالن، باهوشن، تحصیل کردن، متمولن و اصلا خوب برای تشخیص میدن، میدونن که چه به نفع بچه هست به چی نیست. آره اکثرا الحمدلله در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم و اکثر ایرانیایی که من می‌بینم همه‌ش اینجوری هستن. ما با جامعه پویایی طرف هستیم، جامعه خوبی طرف هستیم، جامعه‌ای که می‌فهمه، تحصیلات داره، تلاش می‌کنه، پرتلاشه و با دقت عمل می‌کنه و دلش می‌خواد که بچه‌هاش بهتر از خودش باشن، تحصیلاتشون بیشتر بشه، موفق‌تر از خودشون باشن. ما با این نسل طرف هستیم و مخاطب من در حقیقت این افرادی هستن که واقعاً کر می‌کنن، اهمیت میدن به زندگی بچه‌هاشون. آدم معتاد هیچ وقت به خودش اهمیت نمیده، چه برسه به بچهش. ولی آدمی که معتاد نباشه و چیز نباشه به بچه‌هاش اهمیت میده، به زندگیش اهمیت میده، به محیطش اهمیت میده، به جامعهش اهمیت میده، به اجتماع شهریش اهمیت میده، به کشورش اهمیت میده. ما توی کشور خیلی خوبی هستیم، کانادا خیلی کشور خوبیه، از این لحاظ که ما با این قشر در ارتباط هستم و با این قشر صحبت میکنم. به این قشر میگم که اگر علی‌رغم مشکلاتی که وجود داره، حالا به هر دلیلی واردش نمیخوام بشم، اگر شما به جدایی رفتید از وکیلتون بخواید راجع به مسائل ارتباط با همسرتون صحبت کنه، از ارتباط با بچه‌هاتون صحبت کنه، حقوق شما رو بگه، چه حقوقی دارین نسبت به همسرتون، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ روابط، چه همچنین بچه‌ها چه حق و حقوقی دارن. اون روش زندگی عادیشون باید حفظ بشه دیگه، اون استانداردی که قبلا داشتن دیگه، درسته؟ دقیقاً. ما روز روز حقوق بچه‌ها فکر کنم در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد که اینکه بچه‌ها به چه صورت هستن و چه حقوقی بهشون تعلق میگیره و در اون مکتب ببینیم که چیکار میشه کرد که بچه‌ها حقوقشون حفظ بشه، پدر مادر هم حقوقی دارن، حقوقشون رو تعریف بکنیم و ببینیم چیکارا میشه کرد براشون. به نظر من مهمترین کاری که میشه انجام داد. 100%. پس ما در جلسه بعد راجع به حق و حقوق بچه‌ها، بله بله، که همچنین حقوق زن اگه فرصت شد، حقوق زن، حقوق مرد مشخصه. مشخصه چرا میخندی؟ چون میگی که مشخصه. اصلا مرد حقوق داره یا نداره؟ بله هم داره. 100%. مرد حقوق داره، بر اساس حقوقش زن هم حقوق داره. برای همین هم هست که این تابلوی ترازو رو که میبینید دو طرف مساویه، عدالت باید برقرار بشه، یعنی یک حقوقی وجود داره، این برای ترازو باشه باید مساوی بشه با اون وقت، یعنی دو طرف باید حقوق داشته باشن. ولی متاسفانه در بعضی از کشورها حقوق بر اساس مسائل مالیه، اگر مرد زن پول نداشته باشه بچه را ازش میگیرن، برای مرد میدن چون مرد مالی داره. در کشورهای دیگه مثل ایران مرد سالاری متاسفانه، حقوق مردها به نوعی دو برابر، نمیدونم چیه دو برابر که چی، بالای دو برابره، زورگویی کامله به نظر من. به همین ما در قوانین کانادا به یک حقوق برابر مثل میتونی لنگه در که در که مثل دوتا لنگی داره، تو میخواستی همین دیگه برابره، مثل در بسته بشه. این نیست که این در مهم نیست، این در مهم نیست، دو تا در مهمه برای اینکه جلوی یک جمعی باشن، جلوی هوای سرد میگن، این جلوی هوای گرم میگن، این جلوی دوست میگن، در کلا خوش تشه خونه آدم همینه، یک زن یک مرد کنار هم برابریه. بله برابری انسان ها، برابری انسان ها، حقوقشون ممکنه شکلا فرق بکنه ولی به نظر من جفتشون حقوق داره، هم مرد حقوق داره هم زن حقوق داره. دکتر حالا با اجازتون این بحث جالب رو هفته دیگه ادامه میدیم، به پایان برنامه رسیدیم، از شما سپاسگزاریم، همچنین از شما که بیننده ما بودید.
از شما تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. با تشکر از برادران محترم، خداحافظ.